با سلام و درود به گیلاسی های عزیز. اگر شما همین روزها سخت مشغول خانه تکانی هستید، حتما این برنامه رو ببینید. در اینجا هم از علت و فلسفه خانه تکانی مطلع میشید و هم از روش های سری و بهینه برای انجام اون. پس دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید و با من تا آخر برنامه همراه باشید. خانه تکانی سنتی است که از دیرباز در ماه‌های پایانی سال برای استقبال از بهار انجام می‌شود که برگرفته از تازگی و نو شدن می‌باشد. ایرانیان از دیرباز این سنت زیبا را به پا می‌دارند. آنها بر این باورند که دور ریختن وسایل کهنه و جایگزین کردن وسایل نو به زندگی طراوت و شادابی خاصی می‌دهد که با نو شدن سال و آمدن فصل زیبا و با طراوت بهار همراه خواهد شد و روحیه سرزندگی را به همراه خواهد داشت. برخی روانشناسان در تحلیل کارکردهای این سنت پسندیده معتقد هستند که خانه تکانی به افراد جرأت رهایی از وابستگی ها را می دهد و فرصت دور ریختن خاطرات بدی که در ذهن خود بایگانی کرده اند را ایجاد می کند. خانه تکانی اولین مشخصه نزدیک شدن به سال نو و روزهای دیگر است. سالی که در آن باید همراه با تمیز کردن پلیدی‌های مادی، پلیدی‌های روحی را نیز دور کرد. اما این روزها که کمتر کسی به صورت تمام وقت در خانه است و کار نظافت باید تدریجی انجام شود، هیچ چیز بهتر از یک روش خوب و برنامه ریزی شده به کمک ما نمی آید. من در اینجا چند نکته مهم و کلیدی برای انجام هرچه سریع‌تر و بهینه‌تر خانه تکانی را برایتان دارم. خانه تکانی شب عید از کارهایی است که برخلاف اسمش نباید شب عید انجام شود، بلکه باید از مدت‌ها قبل از رسیدن لحظات سال تحویل انجام شده باشد. به علاوه کارهای دیگری هم هست که باید از حالا تا تعطیلات نوروز انجام دهید. پس خانه تکانی را کمی زودتر آغاز کنید، قبل از دوران پرتنش آخر فصل. به این ترتیب کار را بدون عجله و فشار روحی انجام می دهید و به اندازه کافی برای پروژه های وقتگیری مانند تغییر دکوراسیون یا برق انداختن لوازم فلزی زمان خواهید داشت. فهرستی از تمام چیزهایی که باید تمیز شوند تهیه کنید. کارها را بر اساس هر اتاق تقسیم کنید و زمانی برای هر کار در نظر بگیرید. هنگامی که به تدریج هر مورد موجود در فهرست را علامت می‌زنید، حس بسیار خوبی به شما دست می‌دهد و احتمال اینکه کارتان را تمام و کمال انجام دهید بسیار بیشتر خواهد بود. برنامه ریزی شده تمیز کنید. این به آن معناست که ابتدا زمین را تمیز نکنید، سپس سراغ سقف و پنجره بروید. یک برنامه ریزی درست این است که شما تمیز کردن منزل را از بالاترین نقطه در خانه آغاز کنید و به پایین ترین نقطه آن برسید. برای داشتن خانه ای تمیز و درخشان نباید الزاماً زمان ممتد زیادی در اختیار داشته باشید. در حقیقت خواهید دید که اختصاص دادن 30 دقیقه در روز به کار نظافت نتایج بسیار رضایت بخشی خواهد داشت. برای مرتب کردن لوازم و خوردریزها یک زمان ثابت مانند قبل از خواب یا قبل از صبحانه را کنار بگذارید. در این فاصله می توانید به نظافت هم بپردازید. این عید تنها عید شما نیست، پس نباید تمام نظافت آن را به تنهایی بر عهده بگیرید. در هر هفته زمان خاصی را برای نظافت اختصاص داده و کارها را با فرزندان و همسر خود تقسیم کنید. از بچه ها بخواهید که تخت های خود را مرتب کرده، اسباب بازی ها و لوازم دیگر خود را جمع کرده و پس از گردگیری قفسه ها سر جای خود بگذارند. این کار نه تنها باری از دوش شما برمی دارد و باعث خانه تکانی سریع تر می شود، بلکه عادات خوبی به فرزندان شما می آموزد. نظافت الزاماً معادل با کار سخت نیست. یک موسیقی خوب با یک برنامه رادیویی خوب و مفید می تواند شما را با اشتیاق بیشتری به تحرک بادارد. برای خود انگیزه هایی پیدا کنید و به خود قول دهید که اگر کارهای روزانه را مطابق برنامه انجام دادید به خود جایزه ای خواهید داد. این جایزه می تواند چیزی ساده اما دلپذیر مانند یک حمام طولانی، صرف چای و شیرینی با خانواده یا تماشای یک برنامه خوب تلویزیونی باشد.
همراهان عزیز گیلاس، امیدوارم خانه تکانی سرشار از تحرک و شادی داشته باشید. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، حتما آن را با دوستانتان هم اشتراک بگذارید.